روزنامه جهان صنعت در گزارشی با تیتر خطر کمبود نان گزارش منتشر کرده درباره وضعیت نان و نانوایی ها در ایران 80 روز بنوشته روزنامه پس از اون که طرح کارتی کردن نان یا عرضه نان کارتی در کشور به اجرا گذاشته شده اشاره کرده این روزنامه که دو موضوع در حال حاضر در حوزه نان و در بخش نان هم نانوایی ها و هم مردم رو آزار میده. اول اینکه به نوشته این روزنامه به دلیل اینکه موج گرانی های پیاپی ایجاد شده، رئیس اتحادیه نانوایان گفته که 20% تقاضای خرید نان در کشور افزایش پیدا کرده، در نتیجه شمار کسانی که مراجعه میکنن به نانوایی ها افزایش پیدا کرده. از طرف دولت آمده موضوع کارتی کردن نان رو به اجرا گذاشته و روند فعالیت نانوایی ها کند شده و این دو سبب شده که صفهای طولانی در مقابل نانوایی ها شکل بگیره. بسیاری از نانواها هم به نوشته روزنامه جهان صنعت در حال حاضر گفتن که ما در آسانی و شکستگی هستیم به این دلیل که هزینه های نانوایی ها افزایش پیدا کرده از ابتدای سال جاری، برق و آب و دستمزدها و دیگر هزینه ها در نانوایی ها افزایش پیدا کرده، اما درآمد نانوایی ها بیشتر نشده بلکه محدودتر هم شده و دولت هم به نوشته روزنامه جهان صنعت نانوایی ها رو تهدید کرده که بر اساس اون برنامه کارتخانی که کارتخان هوشمندی که نصب شده در نانوایی ها بر اساس میزان فروش نان از اون طریق به اینها سهمیه آرد خواهد داد که این هم مشکل دیگری است و این کلاف رو پیچیده‌تر و سردرگم‌تر کرده. روزنامه جمهوری اسلامی هم گزارشی منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه تورم وحشتناک اقلام خوراکی توصیف کرده، حاصل کارنامه دولت ابراهیم رئیسی رو بررسی کرده و نوشته که در حال حاضر بسیاری از اقلام غذایی مواد خوراکی در طول یک سال دولت 13 چند صد درصد بنوشته روزنامه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کردن و میزان افزایش قیمت این کالاها دیگه 10 و 20 و 30 نیست بلکه چند صد درصد هست. اما موضوع اقدامات دولت فقط به همینجا محدود نمیشه. علیرضا بیگی که نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هست گفته که دولت همچنان موضوع آزادسازی قیمت کالاها رو ادامه خواهد داد و گفته که به ما وعده داده شده بود که یعنی به نمایندگان که با قیمت شهریور 1400 این کار انجام میشه ولی حالا که دولت این ارز کالاهای اساسی رو حذف کرده میگه که دیگه نمیتونم قیمت رو به شهریور 1400 برگردونم. این نماینده مجلس گفته که حتی اگر مجلس هم مصوبه ای نداشته باشه و موافقت نکنه با اقدامات دولت، اونها مجلس رو دور میزنن و از طریق یک تشکیل جلسه ای که به عنوان سران قوا این روزها برگزار میشه از اون طریق اقدامات خودشون رو پیش میبرن و در نتیجه در عمل مجلس هم دیگه به گفته این نماینده مجلس نمیتونه اقدامی در برابر برنامه های دولت انجام بده.